Merci pour eux. Je vais maintenant appeler un deuxième témoin fort de notre conférence qui s'appelle Arash Mohammadi, qui est un ancien prisonnier, étudiant activiste et qui fut arrêté de nombreuses fois pour ses activités. Il a soutenu le PMOI, c'est The People Mujahideen Organization en Iran. Entre 2011 et 2014, il fut victime, lui aussi, de la barbarie et de traitements immondes. Il quitta la prison en juin 2014. Il s'est échappé récemment et il nous a rejoint aujourd'hui. Enfin, il a rejoint la résistance aujourd'hui. Il est parmi nous. Merci beaucoup. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سلام و هزاران سلام به سیمرغ رهایی، خواهر مریم و جان جانان، شیر همیشه بیدار، برادر مسعود. سلام به تمامی مجاهدین در آلبانی، در ایران و در تمام نقاط جهان. سلام به هموطنانم و به تمام دوستان و خواهران و برادران زندانیم. سلام به شما یاران مقاومت و کوشندگان راه آزادی و حضار گرامی. و سلام به خلق قهرمان سوریه و نمایندگانشان که در اینجا حضور دارند. من آرش محمدی هستم. 19 سال بیشتر نداشتم و دانشجو بودم که برای اولین بار توسط مزدوران اطلاعات دستگیر شدم. اکنون 25 سال دارم و به تازگی از سرزمین اشغال شدم خارج شدم. من از سرزمینی آمدم که کودکانش برای لقمه نان در خیابانها و کارگاهها مشغول کارند. من از سرزمینی آمدم که سهم دخترانش اسید است و سهم مادرانش داغ مرگ فرزند و سهم زنانش کودکان یتیم. من از سرزمینی آمدم که مزد کارگرانش شلاق است و فقر و گرسنگی. من از سرزمینی آمدم که در دوران اعتدالش در هر روز حداقل 3 نفر اعدام می شوند. من از سرزمینی آمدم که معلمان و کارگران و دانشجویان و هنرمندانش عمرشان را در زندان سپری می کنند. من از سرزمینی آمدم که در 67ش 30,000 گل سرخ سربدار شدند و حاکمان شب پرستش تمام روزنه ها را بستند و مردمانش به دنبال سوسوی نوری حتی اندکند. نام سرزمین من ایران است. من از ایرانم، از سرزمینم نکوچیدم، بلکه سرزمینم را با خود به دوش کشیدم. زمانی را به یاد می آورم که نوجوانی دبیرستانی بودم و با مرحوم حاج قدرت نوریازر حنیف نژاد، عموی مجاهد شهید محمد آقای حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران آشنا شدم. حاج قدرت آن زمان بیش از 80 سال از عمرش گذشته بود، اما چنان با ایمان از آزادی و مبارزه سخن می گفت که گویی هنوز نوجوانی است پرشور و شوق. شور و شوقی که به گفته خودش منشأ و منبعی داشت به نام مجاهدین و رهبری پاکباز مجاهدین خلق. خواهر مریم، زمانی را به یاد می آورم که در سال 91 برای دومین بار به خاطر فعالیت و کمک به مردم زلزله زده ورزقان دستگیر شدم. در زندان با شهید قهرمان رفیق شاهرخ زمانی هم بند بودم. واقعا که چه صلابتی داشت. شاهرخ هرگز در خلوتش هم با رژیم و آخوندهایش ذره ای سازش نکرد. در زندان هنگام ملاقات کودکان معصومی را می دیدیم که فقط ماهی یک بار به مدت چند دقیقه حق دیدار پدرشان را داشتند. مردانی را می دیدیم که روز و شبشان را با کابوس اعدام به سر می کردند
و در آخر هم کابوسشان واقعیت می‌یافت. جوانانی را می‌دیدیم که در اعتیاد و مواد مخدر غرق بودند و شاهرخ با دیدن اینها چنان خشمگین می‌شد که گویی آهنی است که در کوره سرخ شده است. هر وقت که در زندان برای هواخوری می رفتیم، شاهرخ برایم از مبارزه و مقاومت می گفت، از استثمار و از رنج کارگران و محرومان، و اینکه جانمان را و هر آنچه که داریم را باید فدای آزادی خلق در زنجیرمان کنیم، و او چه پرشکوه دست به این فدا زد و جاودانه شد. مطمئنم که شاهرخ اکنون در اینجا مرا نظاره می کند و آن لبخند همیشگی و فراموش نشدنیش بر روی لبانش است و به این که من اینجا هستم افتخار می کند. در شهریور سال 92 در زندان بودم. از طریق روزنامه از حمله مزدوران رژیم به شهر مقاومت و انقلاب به شهر اشرف مطلع شدم. خواهر مریم، بیان احساساتم در آن لحظه بسیار سخت است. سخت‌ترین و تلخ‌ترین لحظه های زندگیم بود. بهترین خواهران و برادرانم را از دست داده بودم. درود بر این مجاهدین که چنین پر افتخار در راه آزادی خلقشان دلیرانه به شهادت رسیدند. در همان لحظات به یاد این سخن سردار موسی خیابانی می افتادم که گفته بود بدانید مجاهدین از بین رفتنی نیستند و این پرچم از دستی به دست دیگری سپرده خواهد شد. دوستان عزیزم، من اگر امروز اینجا هستم و به این نقطه رسیدم به خودی خود نبود، بلکه با فداکاری همین مبارزان و شهدای راه آزادی است. در اینجا میخواهم خطاب به دوستانم و همشهریانم در آذربایجان بگویم که من قدم در راهی گذاشتم که راه و آرمان تمامی مبارزان و مجاهدان بوده. از ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی تا علیرضای نابدل و معلممان صمد بهرنگی و محمد آقای حنیف نژاد و سردار خلق خیابانی. این راهی است که آنها با خونشان باز کردند و ما باید ادامه دهندگان این راه باشیم. من اینجا هستم تا حنجره‌ای شوم برای فریاد تمام کودکان و زنان و مردان و تمام زندانیان سیاسی و دوستانم که می‌خواهند حتی اگر شده لحظه ای عطر آزادی را استشمام کنند، آزادی از جنس مریم رهایی. من انتخاب کردم که راه 120 هزار شقایق خونیم، راه نسل مسعود را ادامه دهم و به ارتش آزادی بپیوندم و میخواهم به آموزگار کبیر و رهبر انقلاب نوین ایران برادر مسعود عزیزم بگویم چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری و تعهدی دیگر بدهم. قسم به خون شهیدان مجاهد و مبارز، قسم به دستان پینه بسته و تنهای شلاق خورده کارگران، قسم به گونه های خیس کودکان محروم آذربایجان و کردستان و بلوچستان، قسم به مویه مادران که تنهای فرزندانشان بردار می رخصد و قسم به رنج و درد بیوه زنان و دختران. بله، من سوگند می خورم برای طلوع مهر تابان بر فراز آسمان ایران، لحظه ای از پای ننشینم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم. حاضر، حاضر، حاضر.